بر بنیاد آمارهای ارائه شده از سوی بیمارستان مرکزی هرات، در جریان یک هفته گذشته بیش از 300 کودک در پی گرمی هوا و نبود برق به بیماری اسهال و استفراغ مصاب شدند. این در حالی است که از چندی به این سو کشور ایران برق وارداتیش را به ولایت هرات از 73 مگاوات به 20 مگاوات کاهش داده و نیمی از خانه‌های شهر هرات از نعمت داشتن برق دوامدار محرومند. ساکنان هرات میگویند که قطع و وصل برق وارداتی ایران بر علاوه وارد کردن ضربه اقتصادی، کودکانشان را نیز به بیماری اسهال و استفراغ مصاب کرده است. بی برقی برو رقند، اول کار این تفلار بفهمیدیم مریضی اسهال استفراغ میگیرم. ما خود ما حتی طفل دیشتیم به خونه مریض اسهال و استفراغ شدم. حالا ما از دولت خواهش میکنیم که به فکر به حال همین ما مردم بکنیم، از این بدبختی را ما نجات بیافیم. ما خود ماهانه دکونداریم، امال روز 8 ساعت 5 ساعت ما تل مندازیم جو ناتور روشن میکنیم واسه همین یخچالی که داریم، یا بار خوراکی هسته میگذاریم به یخچالانه، مشکلات برق هسته، کار یک روز نیه دو روز نیه، هنی در روز شده ما برق نداریم. در همین حال مسئولان بیمارستان مرکزی هرات میگویند که در جریان یک هفته گذشته بیش از 300 کودک به بیماری اسهال و استفراغ مصاب شدند. آنان میگویند که گرمی بیش از حد در ولایت هرات دلیل مصاب شدن این کودکان به بیماری اسهال و استفراغ شده است. در پی افزایش شدت گرما در فصل جاری، یک سلسله بیماری های ناخواسته موسمی هم شدت پیدا کرده که ما در شفاخانه حوزوی هرات بیشتر وقت که به شفاخانه منتقل میشن وقت ایجی هست و وقت اسهال استفراغات بخصوص در نزد اطفال. ما در جریان یک هفته گذشته در حدود اضافه از 300 طفل که مصاب بیماری وقت ایجی شده بوده و کتگوری های مختلفی بیماری و کتگوری های مختلفی سنی و جنسی در بخش اطفال شفاخانه مفله و همچنان در خود بخش عاجل شفاخانه حوزوی هرات داشتیم. از سوی هم اعضای شورای ولایت هرات بر این باورند که قطع برق وارداتی ایران به هرات باعث به وجود آمدن مشکلات جانی و اقتصادی به ساکنان این ولایت شده است. نور احمد حیدری عضو شورای ولایت هرات میگوید که حل کردن موضوع برق وارداتی ایران به هرات از صلاحیت های اداره محلی و برشنای این ولایت خارج می باشد. به باور ما اداره محلی و ریاست برشنای هرات در حل از این مشکل اونا نمیتونن کاری انجام بدن، چرا که یک موضوع کلانتر از ریاست برشنای هرات. خوبه که مسئولین مرکز به فکر تدابیر باشن، به فکر چاره‌جویی باشن. خوبه که بزرگای حکومتی یک مشکل بی کلانی با بزرگای حکومتی کشور همسایه در میان بگذارن و مشکل مردم با اونا مطرح بسازن و بری از چاره‌جویی کنن. در این حال مسئولان اداره هرات برشنا قطع برق وارداتی ایران به هرات را به کشور ایران ربط می‌دهند. محمد طاهر عارف رئیس اداره هرات برشنا گفته است که طرح بدیل برق ایران روی دست گرفته شده و قرار است که از سوی بانک جهانی بعد از بررسی عملی شود. سروی و مطالعاتی که از طریق بانک جهانی در بعضی نقاط که البته ما آدرس های دادیم در بولسولی زندجان، در محل پروانه، در یک از قریجات بولسولی گذره، ما محلات مناسبی که پیشنهاد دادیم و سر زو هم از طریق بانک جهانی همچون مطالعاتی وجود داره و فکر میکنم که احتمالا یکی از این مناطق برای ایجاد همچون یک منبع تولیدی آفتابی و بعدی اونا ایجاد بکنن. گفتنی است که از قطع و وصل برق وارداتی ایران به هرات بیش از 10 روز میگذرد، اما تا کنون به این مشکل رسیدگی نشده است.